بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برادرای محترم، خواهرای عزیز، حمد و ثنا و صفت برای الله است که بازم بر ما و شما فرصت عمر داد و توفیق داد که در درس از درس‌های تقوا بشینیم و از خود بپرسیم که آیا متقی هستیم و یا نیستیم. و ما و شما درس تقوا را گفتیم دو بخش داره. یه بخش اولیشی است که بعضی چیزایی است که انسان باید او را ترک بکنه تا متقی شوه، و بعضی چیزای دیگه هست که او را باید انسان انجام بده تا که متقی شوه. پس اینجا دو فصل میشه. فصل اول وقایه و خودداری از زشتی ها و موانع تقوا بود، و زشتی ها و موانع تقوا را هم ما و شما گفتیم که در شش بخش تقسیم میشه. یعنی اگر میخواهیم با تقوا باشیم باید از شش مرض فکری خود چی کنیم؟ وقایه بکنیم و نگاه بکنیم. و این شش مرض فکری را هم گفتیم که شش مرضی که مانع تقوا میشه. اولی مرضش مرض چی بود؟ فکری بود. دومش قلبی، سومش زبانی، چهارمش بدنی، پنجمش مالی و ششمش قانونی. اینی شش بخش است. مگه اول چی است؟ بگوین. دومش قلبی، سومش زبانی، چهارمش بدنی، پنجمش ششمش قانونی. اینال به این خاطر چند بحث باید داشته باشیم؟ شش بحث. اول باید امراض فکری رو بشناسیم. بازم این قسم دگرایشه. اول فکری رو بشناسیم. باز بحث دوم سر امراض قلبی باشه. بحث سوم سر چی باشه؟ امراض زبانی. بحث چهارم سر امراض بدنی. بحث پنجمش مالی و ششمش هم قانونی. خب، امراض یا امراض فکری و وقایه از او. امراض فکری امراض خطرناکی هستند که فکر صحیح و عقیده صحیح انسان خراب میکنه و اعمال انسان بی ارزش میسازه. چرا؟ اگر یک نفر عقیدهش جور نباشه، این بسیار مهم است. این نقطه را امی اعمال ما و شما که نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میریم، زکات میدیم، مصرف میکنیم، امی اعمال ما چه وقت ارزش پیدا میکنه؟ وقتی که زیربنای ازی تهداب ازی که عقیده و فکر ازی جور باشه. شیطان چی میکنه؟ شیطان کوشش میکنه که عقیده انسان خراب بکنه. شیطان کوشش میکنه که فکر انسان خراب بکنه. وقتی که فکر و عقیده خراب بود، الله متعال میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. بر این کسایی که مشرک هستند، در شرک مبتلا هستند، الله متعال میگه بر زنا اصلا هیچ ترازوی میزان نمیگذاریم در روز قیامت. چرا؟ اعمال ازی چه ارزش نداره پیش ما. یعنی حساب که هست، میزان که هست، متوجه هستین؟ این از کی گرفته میشه؟ از کسی که عملش بشه الله ارزش داشته باشه. و عمل انسان چه وقت ارزش پیدا میکنه؟ که فکر و عقیده جور باشه. آفرین. اگر شرک داخل شد، فکر خراب شد، الله متعال میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر در ذات ما یا در صفات ما یا در افعال ما یا در عبادت ما یا در حاکمیت ما کسی را شریک کردی، لیحبطن عملک حتما حتما حتما. اینجا علمای نحو میگن، میگه مثلا سعی کنید
از نگاه زبان شناسی میگن یحبطو فعل مضارع هست. عرب ها وقتی که میخواین که یک جمله فعلیه را تأکید بکنن، کلام خود را تأکید بکنن، حروفی دارن به نام حروف تأکید. ما و شما حروف تأکید نداریم، ما و شما کلمات داریم. میگیم مثلا میگیم حتما، شما این کار را بکنین، شما حتما این کار را بکنین. اگر میخواییم که یک کمی تأکید کنیم، شما حتما حتما این کار را بکنین. اگر میخواییم بیخی زیاد تأکید میگیم آجی صاحب حتما 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 این کار را بکنیم. سیسته؟ در زبان عربی چه قسم است؟ لام به معنای حتما است. نون توکید دو تا نون به معنای چی است؟ حتما است. پس فعل یحبطو سه داره نون آمد، لئن اشرکت لا حتما یحبطو چی میشه؟ نابود میشه. باز دو تا نون دیگه هم داخلش آمده، یعنی حتما حتما، یعنی سه تاکید شد. یعنی اگر شرک به این تمام اعمالتو نابود میشه. چی معنی نابود میشه؟ بی ارزش میشه. چی معنی بی ارزش میشه؟ معنیش این است که فلا نقیم لهم یوم القیامه فسنا. در روز قیامت بر چی گذاشته نمیشه؟ ترازوی میزان گذاشته نمیشه. تو میگی مثلا روز 200 رکات نفل خواندی، میگه پیش ما بی ارزش است. چرا؟ میگه تو اصلا یاغی و باقی هستی، از یاغی رو که عملش قبول میکنه. اینقدر ذکر کردیم، این یک تسبیح هزار دانه ای داشتم، هر روز هزار مرتبه ذکر میکردم. الله متعال میگه اساس ذکر تو توحید نبوده. بنان فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، بر تو وزن گذاشته نمیشه. از این خاطر امراض فکری خطرش دیگه است که چی میکنه؟ تمام اعمال انسان به ارزش میسازه و در قیامت برش ترازوی میزان گذاشته نمیشه. چرا؟ ترازوی میزان خو وقتی میگه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، اما کسی که دفتر اعمال نیکی از او ثقیل شد، اونو با زندگی خوب داره. وقتی که ترازو یا دفتر اعمال از این کاملا نیست و نابود شد، هیچ نبود، برش وزن گذاشته نشد، پس ای چی فایده؟ داخلی آیت نمیشه. این بسیار گپ خطرناک است. و شیطان اکثرا چی میکنه؟ مردم مشغول میسازد در عبادت ها، دورش میسازد از عقیده صحیح. درس عقیده رو که برش بدی قطع جنگ میکنه. اما خوب عابده که بسیار ذکر میکنه، خوب عبادت میکنه، خوب نماز میخونه، وقتی که عقیده رو برش بگوی بازر عقیده قطع چی میکنه؟ جنجال میکنه. چرا؟ شیطان در قلب ازی همین قسم قلب ازی رو سیاه کرده. باز شیطان چی میکنه؟ میگه اینا الله بیاز عمل حساب نمیشن دیگه، ما اینو چرا وسوسه کنم؟ برای ازی دیگه همتون میگه برو اینا الله هزار دفعه ذکر بکن، برو هزار کات نماز بخوان، شب تا به صبح نفل خوانده برو. و این بیچاره زحمت کشیده میره، اما نمیفهمه که این زحمتی که من میکشم این مثل چی وارس؟ مثل که در یخ نوشته کنی، یک کنده یخ از بین از یادگاری نوشته کنی، ایره برای یک از در وادی افتاب روان کنی، تا پیش از او که میرسه کل ازش چی میشه؟ یادگاری و کل چیز تعاون میشه. اونجا که میرسه میگه چی کردی بیادر؟ والا من اینقدر زحمت کشیدم، قلم گرفتم در سر یخ نوشته کردم. بس امراض فکری رو باید بشناسیم. آل امراض فکری اعتقادی چند قسم است؟ پنج قسم. اینا رو پاکو این پنج قسم دیگر رو نشته کن. این امراض فکری و اعتقادی که پنج قسم است تیسه دیگر تو دمز دیرش اینجا نشته کنی در اینجا نشته کن. اولش امراض چی بود؟ فکری بود نه؟ اینا اونمو زیر اونمو امراض فکری، اونجا فکری بالا بود نه؟ اینا برزی پنج خط بده، پنج دانه خط برش بده. اول چی هست؟ خودپرستی هست. چی هست؟ خودپرستی هست. چی معنی خودپرستی؟ معنی خودپرستی هست که بعضی کسا خود العیاذ بالله خالق می سازن، خود در مقام خالق قرار می ده. دومش انسان پرستی هست. خودپرستی دومش چی هست؟ انسان پرستی. چی مانا؟ که یک انسان دیگه
به عوض خالق اطاعت و عبادت میکنه. سومش طبیعت پرستی است. طبیعت توی بی یا عین تی. بعضی کسا طبیعت پرستش میکنه. نشین اینال بچری کسا میگه من وطن پرست هستم. والا فلای نفر خوب وطن پرست بود. یا طبیعت پرست است. وطن خانجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. مکان وطن ماست. حال مکه وطن ما شما نیست. مدینه وطن ما شما نیست. اینا اگر ظالمان نباشه از ما شما بایدید در مکه و مدینه ویزه و پاسپورت تو نداشته باشه. ویزه و پاسپورت ما چیست؟ لا اله الا الله. چرا در قرآن الله میگه که در اینجا مشرکا داخل نشه؟ انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام. مشرکا نجس هستن و داخل نشن. به کجا؟ به مسجد الحرام. اما ما چرا ویزه بگیریم؟ سیسته؟ چرا که سرزمین اسلام که از کلش سرزمین ماست، باید برای ما اجازه بدم ما بریم در مکه خانه جور کنیم، در مدینه خانه جور بکنیم، هر جایی که سرزمین اسلام باشه. لکن مشکل در چیست؟ اون مشکلش خودتان میفهمه. خب خود پرستی شد، دومش چی شد؟ انسان پرستی. سومش طبیعت پرستی. چهارمش حیوان پرستی. پنجمش شیطان پرستی. ای کلش مرضای فکری است. این حال هر کدام از ایره سرش کار میکنیم. خب اگر فکرتان بوده باشه ما و شما اول میایم سر خودپرستی. چی معنی خودپرستی؟ به خاطر که اول بفهمیم یک مقدمه برش میتیم. در درسای عقیده دوستایی که درسای عقیده رو شنیدن، ما و شما در درسای عقیده گفته بودیم که 12 قسم حاکمیت هست. چند قسم حاکمیت است؟ 12 قسم حاکمیت است. حاکمیت تشریعی 12 بخش دارم. اولش عقیده هست، دومش عبادات. چی هست اولش؟ یعنی حاکمیت تشریعی الله سبحانه و تعالی در چی؟ اول در عقیده. ایره باز چی میگن؟ میگن نظام اعتقادی اسلام. ایره چی میگن؟ خب اولش عقیده شد، دومش عبادات. حاکمیت تشریعی الله در عبادات. خب در عبادات که هست، این نظام عبادات در اسلام میگن. این کلتان یاد دارین دیگه، من چرا براتون تکرار کنم؟ یاد دارین کلتان ها؟ پس نظام اعتقادی شد، دومش نظام چی شد؟ عبادات شد یا عبادی. سومش اجتماعی. این نظام اجتماعی است. یعنی حاکمیت تشریعی الله در اجتماع، نظام اجتماعی اسلام. چهارمش در اخلاق، نظام اخلاقی اسلام. کی میتونه چهار دانه رو برام بگه؟ عقیده، عبادت، اجتماعی، اخلاقی. کی میتونه اینجا بیام تو خوبم تو جوانوار بگه؟ بگه کی دست خدا که اما تو بلند ما شاء الله. بین شما بسم الله الرحمن الرحیم. نظام عقیدتی اسلام، نظام عبادی اسلام، نظام اجتماعی اسلام و نظام اخلاقی اسلام. آفرین، جزاک الله خیر. نمی سن دیگه رضا تو په پختو وای. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام عقیدوی نظام، اسلام اخلاقی نظام، اسلام اجتماعی نظام، اسلام عبادی نظام. آفرین، جزاک الله خیر. خب دیگه بیا خودت لایف میری، خود در لایف خودت هم بگید. یکی کس نظام اعتقادی است، نظام اعتقادی زگش، نظام عبادت است، عبادت است. سیومش اجتماعی است، اجتماعی است. چهارمش هم اخلاق است. آفرین، خلاص انت بفرمایید. اکثر اون دوست که می مام سر میگه تیر شده، بسیاری وقت آدم در جوانی وقت خوب یاد میداشته باشه تا میشرمه. ات چی قسم بیشرمه؟ ات نشه که یک کلمه اگر کش یادم بره باز من اگر می پرستیجم پیش کلگی ضعیف شد. نه کدام مشکل نداره، خیر از غلط کردیم، من کارت کمک میکنم. اعتقادات، عبادات، یعنی حاکمیت تشریعی الله در اعتقادات. یک کس طرح پرسان میگنه که حاکمیت تشریعی الله در اعتقادات چی مانا؟ میگی یعنی الله متعال حاکم است. عقیده را الله بر ما تعیین کرده. سجده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه.
پس این حاکمیت تشریعی اعتقادی شد. این نظام اعتقادی اسلام هم میگن. اینال اگر اینمی عقیده که قرآن تعیین کرده، الله متعال تعیین کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله تشریح کرده، اگر این را کسی قبول نکنه کافر میشه. باید قبول بکنی و ثانیاً عمل بکنی. 12 چیز باید قبول بکنی و به 12 چیز چی کنی؟ عمل بکنی. اگر کس انکار میکنه کافر میشه. قانون عبادات، الله متعال گفته که نمی 5 وقت نماز بخوان. اگر یک کسی میگه من نمی رو قبول ندارم، این مسلمان نیست. 1000 دفعه کلمه بخونه. اگر الله گفته که سر شما روزه ماه مبارک رمضان فرض است، اینمی حاکمیت الله هست. اگر کسی اینمی را قبول داشته باشه مؤمن است. بگه من قبول ندارم روزه ماه رمضان، در اینمی قگبی کافر میشه. فهمیدین یعنی؟ این حاکمیت الله در چی شد؟ در عبادات شد. سومش حاکمیت الله در چی است؟ در اجتماع هست. اجتماع چی مانه؟ یعنی نظام اجتماعی الله میگه تو که مرد هستی باید با یک زن مسلمان ازدواج بکنی. اگر کس میگه که من اینمی قانون قبول دارم و باز ازدواج نمیکنه گناهگار است. اگر میگه نه من این قانون قبول ندارم، من قانون را قبول دارم که ازدواج مرد با مرد باشه، ازدواج زن با زن باشه، من این قانون قبول ندارم. بنابراین این کافر شد در چی؟ در نظام اجتماعی اسلام. فهمیدنه؟ مثلا یک نفر بگه تو کافر شدی در چی کافر است؟ میگه فلانی کافر است. در چی کافر است؟ در نظام اجتماعی اسلام. چرا؟ میگه من حجاب قبول ندارم. آیت قرآن است که باید زن چی کنه؟ حجاب بکنه. کسی میگه من حجاب قبول ندارم، برش میگه که تو کافر هستی در حاکمیت تشریعی الله. در کدام بخشش کافر هستی؟ در قوانین اجتماعی تو کافر شدی. بنان آیات قرآنی که درباره نظام اجتماعی است توی را قبول نداری. قبول نداشتی مسلمان میمونه یا کافر میشن؟ کافر میشن. بعضی کسا کافر میشن لیکن لوده است نمیفهمه. خیر از بارش به لودگی دوزخ بره. به لودگی دوزخ بره. یک که لوده باز میگه من کلمه میخوانم. از یک طرف کلمه میخوانه، از یک طرف 4000 دلار مصرف کرده حج میره. سیزده؟ از طرف دیگه سعی کنی که نظام اجتماعی الله میگه من ایره قبول ندارم. ریش قبول ندارم، میگه من ریش چی هست؟ ریش روش خند میزنم. یا کعبه رو قبول میکنه، چرا کعبه بریم؟ عیف پیسی مک ما بریم ده حج؟ نمیگه اگان تو؟ اینه میگه، اینه میگه به خود، اینه میگه آدم ها چی هست؟ بهش میگم که تو کافر اجتماعی استی. کافر اجتماعی چه قسم است؟ میگه برو باز امی درسای عقیده رو پیدا کو، باز انشالله میفهمی که چه قسم کافر هستی. نه والا صاحب نیستم چطور هستم؟ خب خیر است، باز در روز قیامت معلوم میشه. سه شده؟ بعضی کسا در نظام اخلاقی اسلام، آیات قرآن از در نظام اخلاقی اسلام چی مانا؟ یعنی که انسان مسلمان باید اینی نرم های اخلاقی رو مراعات کنه. مثلا حیا، الحیا من الایمان. یک نفر میگه نه ما آزاد هستم، من این قانون مانون اخلاقی را قبول ندارم، من این کالای خودم میکشم، اما تو برهنه در این سرک میبرایم دلم هرچی که کدم. بس میگم که شما کافر شدین به نظام اخلاقی. چرا؟ آیات قرآن که درباره اخلاق است تو باید دوره بپذیری. باز اگر عمل نکردی گناهگار شدی، اما اگر بگه قبول ندارم، فهمیدین یعنی؟ خطرش جاییست که بگه من قبول ندارم، من نظام اخلاقی اسلام قبول ندارم. عیایش کی کشیده؟ صحیح شد نه؟ شرم کی کشیده؟ احترام والدین کی کشیده؟ الله میگه و بالوالدین احسانا. صحیح شد نه؟ نظام اجتماعی. بیاییم باز در نظام پنجمی سیاسی و قضایی. کم کم براتون میگم که یاد بگیرین. چی است؟ پنجمش سیاسی، ششمش قضایی. نظام سیاسی اسلام یعنی چی مانا؟ نظام سیاسی اسلام مانا ایشی است که الله متعال در ساختار حکومت، وقتی که حکومت ساخته میشه، خلافت ساخته میشه، الله متعال در این قوانین را تعیین کرده که شما مسلمان ها باید اینی قسم حکومت بسازن که در اونجا شریعت الله چی شوه؟ تطبیق شوه. و این سیاست، سیاست پاک است.
سیاست کافران سیاست چتل است. سیاست اسلامی چرا پاک است؟ به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا. بنی اسرائیل کی سیاست گذاری میکرد، سیاست مداری در بینشان میکرد؟ انبیا. انبیا پاک هستند؟ خب معصوم هستند؟ پس در رأس سیاست کی قرار داشت؟ انبیا. پس سیاستی که سیاست اسلامی است که در رأس از او کی قرار داره؟ انبیا. حکومت را که در مدینه منوره ساخت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیاست مدار از کی بود در رأس از این حکومت؟ شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایناله این قوانینی که در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر نظام سیاسی اسلام بیان شده، اگر کسی این قوانین قبول کنه مسلمان است. اگر کسی میگه که من نظام سیاسی اسلام قبول ندارم، حکومت باید سکولر باشه، یا میگه که اصلا در اسلام سیاست وجود نداره. چه قسم در اسلام سیاست وجود نداره؟ ابوبکر صدیق خود رسول الله هم رهبر سیاسی بود نبود؟ رئیس حکومت خود رسول الله هم حکومت ساخت نساخت؟ وقتی که رسول الله هم حکومت ساخت، بعد از او هنوز جسد رسول الله هم دفن نشده بود، صحابه اول خلیفه مسلمان ها را تعیین کردن یا جسد دفن کردن؟ گفتن یکی جسد است، دوم هدف است. اول باید هدف شوه، هدف چیه که رهبر مسلمان ها معلوم باشن. اتنا شد که یک دفعه ما شما مصروف جنازه شویم، دشمن ها بیای عمله کنه، ما رهبر سیاسی نداشته باشیم. پس اینجا رهبر تعیین کردن، بازو که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به اجماع امت اسلام به صفت خلیفه مسلمان ها تعیین شد، بعد از او جسد رسول الله صلی الله علیه و سلم جنازه اش ادا کردن و بعد از او دفنش کردن. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اقامه شریعت الله جسد خود در خطر انداخت، سرش کفید، دندانای شکست، اذیت شد، سیزه خانش چور شد، از خانوادش مهاجر شد. کلش به خاطر چی بود؟ به خاطر هدف عالی رسول الله صلی الله علیه و سلم که شریعت الله در زمین الله چی شما؟ تطبیق شما. ایناله اگر کسی میگم در اسلام سیاست نیست، از آیات قرآنی که درباره سیاست است که این الحکم الا لله فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم، ای آیات چی میشه؟ کافر میشه. اینه میگن کفر سیاسی، شرک سیاسی. یعنی شرک و کفر آورده در چی؟ در حاکمیت سیاسی الله سبحانه و تعالی. حاکم الله است. الله میگه باید این حکومت این قسم باشه. کسی که میگه نه حکومت این قسم نباشه، این قسم باشه ضد حکومت الله، این نفر دشمنی خدا با کی اعلان کرده؟ با الله. و این مسلمان گفته میشه؟ نمیشه. مثلا 200 مرتبه کلمه بخونه. والا سه من نمیفهمم. که نمیفهمم بیا شاگردی کن. وقتی که یاد نداری؟ یاد بگی. نه یادم نمیگیرم. باز میخواستم بگم دیگه که والا سه من خصایب یاد نداشتم. جهل است. جهل وقت میشه که تو یک مغاری افریقا زندگی بکنی؟ نه ملا را دیدی، نه مولوی را دیدی، نه پیغمبر را دیدی، نه از صحابی شنیدی، نه کس از قرآن برات گفته، قرار اونجا کالام نپوشیدی، پرندمار هم نداری، دیدی نه مغارای افریقایی، عورت مورت هم نمیشناسی، اینو تو گد ود، اونو بیچاره اگه جاهل باشه، بازو میشه عذرش پذیرفته شد. اما تو که خوب پروفیسور هستی، از لینین خبرداری، از مارکس خبرداری، کتابای ژان ژاک روسو را خواندی، کتابای سارتر را خواندی، فلسفه ماتریالیسم و ایدئالیسم و دیالکتیک و فلانی و فلانی را برام تشریح میکنی، باز که سر قرآن آمدی، باز اینجا بگی من یاد ندارم. حالا سعی بخیر او مردم اینجا درس میده، تو قرآن جشیده در روی کبلی شیشتی، یک قسم کجک کجک هم سهل میکنی که یا کیستن؟ یا از کدام قاری جهان آمدن؟ از کجا اومدی؟ گفت ما سه از مریخ تا شدیم. نه دیگه، نه ما از مریخ هستیم. یه دیگه از کجا هست؟ گفتم دیگه از زحل اومده بود، دیگه شاید عطارد. بعضی کسا خودش خود فریب میده، نباید فریب بده. بعد از
نظام سیاسی اسلام نظام دیگه چی هست؟ نظام قضایی اسلام است. الله متعال قوانین برای قضا تعیین کرده. قاتل و فی القصاص حیات. الله میگه در قصاص چی هست؟ حیات زندگی است. باید این امیر قبول بکنی که در قصاص حیات است. اگر کس بگه قصاص خشونت است، یه از اسلام خلاص شد. چرا زده؟ گپ الله گپ زد. عقیده اینه که الله گفته باش یه عقیده را داشته باشم، یه عقیده را قبول نکن. آله این حکم چیست؟ این امیر نفر از دایره اسلام خارج میشن. بسیاری کسا که نمیفهمم، من بسیار برمیگن تو چرا فتوا نمیتیم، من فتوا رو یاد ندارم. بسیاری کسا پرسام میکنم، میگم والا برادر ببخش من فتوا رو یاد ندارم. در می واتساپ من بسیاری کسا چی میکنم، ببخش سلام علیکم و رحمت الله باشه، مسئله فتوا میشن، ای من بیچاره مفتی نیستم یاد ندارم. خیلی چی کار هستی؟ میگم من زیاد درس عقیده میخوانم. چرا؟ به خاطر اینکه مردم افغانستان و مردم جهان، حتی عمو مشایخ مکه و مدینه هم به درس عقیده نیاز دارن. فهمیدی؟ بهمی هم بسیاری کسا برو پرسان بگوی حاکمیت الله در چند چیز است؟ کلان کلان آدم هایی که بسیار خدا پروفیسور بگیره امور یاد نداره، چند تعهد با کلمه طیبه داری یاد نداره. خب اینال حاکمیت قضایی الله است. خب یک نفر می بعضی اوقات یک اون رو پرسان میکنه، خیلی کس پرسان کنه جوابش برش میگه، میگه چرا قاتل باید قصاص شوه؟ خیلی چی شوه؟ نه میگه قاتل در چند سال بندی شوه؟ حقوق بشر است؟ من گفتم خب یک نفر دست سیاه شده تا به اینجا نه؟ تو دکتر هستی گا؟ خب پروفیسر هستی؟ بله. چرا دکتر دست سیاه شده مریض قطع میکنن؟ باز خودش میگه که به خاطر از این کس این دست که از جز وجود انسان است، اگر قطع نکنه سیاهی چی میشه؟ زیاد شدن میره؟ شانهشان میگیره، سینهشان میگیره، پایهشان میگیره، کاملا این نابود میشه. وقتی کل از این نابود میشه، پس باید دکتر دست از این مریض چی کنه؟ آره دکتر مهربان است یا نامهربان؟ دکتر مهربان است. به خاطر که با قطع کردن دست مریض بدن از انسان از چی نجات داد؟ از هلاکت نجات داد. اینال اینمی جامعه که هست، این کل جامعه مثل بدن انسان است. کل جامعه ما و شما هر کدام ما پرزه ازی هستیم. شما تیاره هست، تیاره هر کدامش یک پرزه داره، توسط این پرزه های تیاره حرکت میکنه. جامعه بشری هم همین قسم است، توسط این انسان ها که پرزه های ازی هستن این حرکت میکنه. آل یک پرزه سیاه شد، چتل شد، میکروبی شد، ویروسی شد و کل جامعه را تهدید میکنه، ای باید چی شوه؟ اینه ای باید قصاص شوه. تا که اون نفر چرا کشتی؟ یک نفر یک کس دیگه را کشت. یک وقت یک خانم بود پیش من اصلاحات حقوقی را میخواند، از ایران بود، به نام خانم گولی. یک وقتی به خیالم آوازخان بود چی بود ایران، و باز بالاخره از ایران گریخته بود و رفته بود در سویزرلین، آمد کابل و یک روز از ما تقاضا کرد، گفت استاد من اصطلاحات در این بخش حقوقی کار میکرد، گفت من اصطلاحات حقوقی رو برام تشریح کن. من روزانه یک 4-5 اصطلاح رو برش تشریح میکردم. وقتی که اصطلاح تشریح میکردم من گفتم شما چی وظیفه دارین؟ گفت من مسئول حقوق در صلیب سرخ، مسئول همین چی هستم، بخش زندان ها، دفاع از حقوق زندانی ها. باز مگاز میفتم خانم گلی نمیشه یکان قصه ای برای ما بکنین؟ باز میگفت استاد میگم چی قصه بکنم؟ دوستی فیلن سر دستان چی هست؟ والا یک سه تا جوان دوستیشان زیر دست من هست. این سه تا جوان عرصهشان، یکی از اینا یک دختر بیچاره عاجز جاهل
امرایش رابطه گرفته که ما عاشق تو هستم و معشوق مستی و چطور هستی و بالاخره این دختر را برده به شکل از اشکال به خانه خود و وقتی که به خانه خود برده دو تا رفیقای دیگه خودم دعوت کرده و یا هر سی از اینا بالای از این دختر تجاوز جنسی کردن و باز در ختم از او به خاطر از اینکه رسوا نشن هر سی از این دختره که گرفتن در گردنش کرده دسمالش یا کدام چیزی که بوده ای را گرفتن خفک کردن کشتن و بالاخره در یک برجی انداختن و بردن یک جای که ایره در یک طرف پرتن که گیر شدن و لرسیشان او وقت ها دیگه تقریبا 15-16 سال پیش بود گفت که فعلا در یکی از زندان هاست من گفتم باز شما چی کنید؟ گفت والله ما رفتم وضعیتی 3 نفر جوان بسیار سخت بود خیلی دلم برشان سخت خب شما الان چی میخوای بگید؟ گفت والله من میخواهم پیشنهاد کردم که باید مسئولین بر از اینا اتاق خوبی برشان بتن اونا رو در زمین کم نمالود بود برشان تختی بگیره اضافه از تخت و یگپا مثلا اونا بیچارا مثلا گوششان کم بود حداقل هفته 3-4 روز گوشت بخورن من گفتم یگان من تو کباب پلو و اترا اینی هم اگه برشان داده شد و یه چیزا گرده خیلی خوب میشه حقوق بشر هست دیگه مفتم خب آل او دخترکی که کشته شد تجاوز شد قتل شد سرشه قدر ظلم شد حقوق از او چطور میشد برای من میگه استادی خارجی واسط یک عادت تک زیاد که بیشین با دلیل یاد نداشته باشد یک واسه میگه This is not my business None of my business چی معنی none of my business با ما مربوط نمیشه این بزنس من ایز دیگه بزنس هستی چی هست؟ که اونو 3 تا لوچک لندغر قاتلی که باید قصاص شوه برای از او باید چپرکت بخره و باید برای از او یک دیشانتن بانه برای از او یک مثلا چی باشه که آقا دیگه باز چی میگه؟ واقعا استاد باز او تحساساتی گپ میزنه بیچاره هیچ از جیجیان جهان خبر نداشتن خبرها چی هست؟ مثلا بفته ما یکان فلم ما هم سعی کنه یکان چیز هم سعی کنه باز گفتم خیر است باز کسی خلاص شد خلاص هم شد باز بخیر والا آقا کوشش میکنم که زود خلاص شد و باز برین یک 20 تا دختر دیگر چی کنم؟ تجاوز کنم باز تو برشان یک 20 دانه چپرکت دیگام باز برشان بخیر اینی از حقوق بشره که حقوق بشر الله را چون نظام الله که است چی میگنه؟ باید دهی سرزمین تو هم حق داری زندگی کنن این هم حق داره حق زندگی بکنن تو مسلمان هم اگه هستی حق از این مسلمان دیگر تلف میکنی باید چی شما؟ قصاص شدی الله میگه داری قصاص چی است؟ حیات است حیات کی است؟ حیات کل جامعه هست اینال اگر کسی نظام قضایی الله را بپذیره مسلمان هست. اگر بگه نیست من ایره قبول ندارم من قطع دست قبول ندارم که سارق دستش قطع شود یک نفر میگفت کاش کمی دست سارق چرا قطع شود بیچاره گناه داره یک جان پیگه دوزی کردن الله مطال برشن شان داده اگر روزایی تقاوتی خود اگرفته بود پیسه های خودش های کیسه برزن من گفتم چطور است لالا والله اگر در دست من شود یک دستش نی دست دیگه ایشون قطع میکنه این قبرغیش لغت لغت میکنم مشکنانم آه تا دیروز کن سردگاه که آمد باز یکان تر الله مطال خودشان نشان میده خودشان باز پیسایکای خودشان که زد باز میگه نی قبرغایشان میشه مفتم نه یه حقوق بشر هست این فرسه فهم بیدم پس شد نظام چی؟ نظام قضای اسلام خب اولش چی بود؟ اعتقادی دومش عبادات سومش اجتماعی چهارمش اخلاقی پنجمش سیاسی ششمش این تو قربان این تو شاگرده حالا من این تو شاگرد خوش میگه که دانش رو که بگیش یه میری یاد میگیرم اعتقادی سکه اینم من مثلا من ریش رفیه دارم مثلا سکه اعتقادی نگوین اعتقادی عبادات اجتماعی اخلاقی سیاسی و قضایی دو تای دیگه شو من زیاد براتان بگم اقتصادی و مالی اقتصادی هفتم شد نه؟ هفتمش اقتصادی هشتم چی هست؟ مالی است یعنی الله متعال بیشتر یک وقت من یک کتاب نوشتم میکردم در 15 اقتصاد درس داشتم یک کتاب کار شروع کردم یالا مزد کامپیوترم تمام نشده بیشتر از 100 آیه در اقتصاد در قرآن عظیم شان
چند آیت است؟ بیشتر از 100 آیت در قرآن از ایشان درباره چی است؟ در اقتصاد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. الله متعال میگه اگه این مردم ایمان بیارن حقیقتا و تقوای حقیقی بکنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برشان دروازه های برکت آسمان زمین باز میکنیم، زمین از راحتی برشان میسازیم و از آسمان آب روان میکنیم، روان میکنیم، روان میکنیم، به اندازه که در یک سال در هر فصلی از زمین خود چی بگیرن؟ حاصلات بگیرن. یای دفعه چی هست؟ اقتصاد است. کلو واشربو ولا تصرفو. الله میگه بخورین بنوشین اسراف نکنین. در یک در مدینه منوره بود یا در مکه مکرمه، در یک تشناب داخل شدم بر وضو کردن، نلواز کردم، پیش که نلواز کردم دیدم که یک اعلان اونجا نشست، نشسته کرده بود که اخی العزیز، برادر عزیزم، ثواب وضویت را با اسراف نمودن آب از دست مده. یعنی مثلا وقتی که تو وضو میکنی، الله متعال در مقابل اینمی وضو از هر قسمت بدن تو گناهت را چی میکنن؟ میریزانن. اما اگر آب زیاد مصرف کردی، رسول الله صلی الله علیه و سلم در نیم افتاب وضو میکرد. در چی خواه؟ از یه افتاوای ما به شما که حساب کنیم و مقدار مد و مده نگاه را که حساب کنی، نیم افتاوا میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نیم افتاوا اگر وضو میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، و تو وقتی که نلواز میمانی داشت 15 افتاوا تو وضو میکنی، سر هر قسمت وضو یک افتاوا رو مصرف میکنی. اینجا تو چی کردی؟ اسراف کردی، ثواب وضو چی شد؟ از بین رفت. از این خاطر من بسیاری جایی که برم تا جایی که افتوا پیدا کنم من در نل وضو نمیکنم. و توصیه ما همیشه این است که برادر به مسجدها افتوا بگیرین عوض نل. چرا در نل؟ در نل بعضی کسا زگه میگه که تو میکنن، بعضی که نلش چالان است که بعضی اینجا قرار گرفته، بعضی که تو ریش خود بعضی کمک هاو میگیره، بعضی در از این خلال ریش یاد نداره. رسول الله هم خلال میکرد. این میگه نه، من دوی بیخ بیخ ریش خود باید چی رو برسانم؟ از پیغمبرم که باید دو متر پیش برن. این بدعت کار است. کل بدعت دلاله. هر بدعت در دین چی است؟ پس آیات اقتصاد است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. درباره چی است؟ اقتصاد است نیست. کسایی که مصرف بی جای میکنه دین این مصرف اقتصادی خود، چون اقتصاد مراد نمیکنه، میگه بیادر شیطان شد. مثلا داماد توی نکده بود، پیش از توی خوب مسلمان بود، در توی خود سازنده را آورد، $1,000 به سازنده داد، امی داماد در شب توی خود بیادر شیطان شد. اینال چیچایک هایش هم چیچایک های شیطان دولت میشه. باز میگه ولاش چه کنم، بسیار شوخ هست، نماز نمیکنه، عبادت نمیکنه، تو خود در شب یارسید به شیطان مبدل شدی. مادر اولادای خوده تا دیروز غیرت داشت، کسا در شب اول عروسی بی غیرت میشه. چرا؟ در شب اول عروسی مادر اولادا را سر میره پیرانای قلوچ برش میخره، مود است. میدین فرانسه از دیگه از شارنب گرفتیم، وست ما نمیرسید در میره 20,000 کرا گرفتیم. خب بازی ریده میپوش کنم با سر از این لچ مویایش همه قدر بالا جور میکنم، باز بچه کاکاش میکرد پالی خانمش چی میشه؟ استاد میشه. بفرمایین عکس بگیریم. اجازه است؟ آه بفرمایین. کرامان کاتبین نشته میکنن دال یا واو ف اینه. پس ایده میشه اول چار رد بگره دال یا واو ف. از این که زن نمیکرد خوب بود، پیش از اون نورمالک بود. اینه. پس در اقتصاد همچی است. این المبذرینه کانو اخوان الشیاطین، کس که در چیزی که الله اجازه نداده ایره تبذیر میگن. از اصطلاحات اقتصاد اسلامی من کتاب نوشته کردیم برام نظام اقتصادی اسلام، در پانتون کابل تدریس میشد. متوجه هستین؟ تمدن شرق در کودی سنگی کسی چاپش کرده. اون روزان برام بود چیزی گفت چاپ اولش خلاص شد 1,000 جلد، گفت فالدگیش از سر چاپ کردیم. گفتم خانه تا بود خیلی ببینی. اینال نظام اقتصاد اسلام اصطلاحات خاص خدا داره. چی است؟ تبذیر است، تقتیر است،
و اسراف است. تقدیری است کمی. بخیلی در نفقه. اسراف چی است؟ در حلال زیاده روی. مثلا میخوری یک کیلو گوشت که میخی خدا بکشم یک کیلو گوشت بسط میکنه. که میخی چوپان هم باشه. تو میایی سرمیز 6 کیلو میمونی. این حال گفت سر چی است؟ اقتصاد در اسلام هست و بیش از 100 آیت در چی است؟ در اقتصاد است. و اینه میره علمای اسلام به نام حاکمیت تشریع الله در اقتصاد بیان کردن و اینه میره ما نظام اقتصادی اسلام میگیم. اگر کسی یک آیت اقتصاد در قرآن انکار میکنن ای از دایره ایمان چی میشن؟ خارج میشن. ما مکلفیت داریم باید که قرآن چی کنیم؟ کلش قبول بکنیم. بعضی کسا میگه چی؟ والا ما در قرآن از دین همی کمار سعادت داشتن میفتن والا من نماز قبول دارم. خب این براتون مسجد میسازیم نماز میخونیم. میفتیم خود نظام اقتصاد چطور میفت؟ نه کمونستا دکتر نجیب ببرک کارمل دور محمد ترکی حفیظ الامین یا میفتن از اقتصاد اسلام کده اقتصاد سوسیالیستی خوبش است. مسلمان شد یا کافر شد؟ باز که مرد چی میگنه چه؟ شهید راه سوسیالیزم. الله متعال کرد مارکس انگلس لینین که در باره سر کلش اکسایش بود سه تا کله که زنم رو حشرش کنن چون هم رایش ای نظام چی هست؟ اقتصادی است. اشتومیش نظام مالی اسلام است. در پوانزه شریعت شما که برید مشخصا کتاب است تدریس میشه به نام چی؟ نظام مالی اسلام. خواندین شما؟ چند آیت از زبارش؟ همین استاد موچفتر چند آیت آوردن؟ آیدات از کجا آیدات داشته باشی؟ مربوط به چی هست؟ نظام مالی هست. در مال سه نقطه هست: آیدات، نگهداشت و مصارف. الله متعال برای ما در نظام مالی تعیین کرده که آیداتت باید از کدام را باشه. وقتی که شراب حرام شد تو حق نداری که پیسه از شراب پیسه عاید بکنی. عایداتت باید مشروع باشه. معلوم است اونجا ما در نظام مالی درس میدادیم که اینی عایدات مشروع است، اینی عایدات نامشروع است. اینی عایدات مشروع فردی است، اینی عایدات نامشروع فردی، اینی عایدات مشروع دولتی است و اینی عایدات نامشروع دولتی است. این تدریس میشد. و آیات و احادیث درباره کل ازی هست و نگهداشت ازی. الله متعال میگه که اینمی پیسه که تو داری اینمی رو تو حق نداری در بانک سودی نگاه کنی. یکانه که میگه اوی پیسه هست من یک 10 لک روپیه داشتم امی 10 لک روپیه رو بردم در بانک سودی دادم چی نقص کردم؟ برش میگه که نمی 10 لک روپیه تره رئیس از بانک چی میکنه؟ نشته میکنه که شیخ سیفلانی که بسیار خوب آدم است پیسه خود در بانک من مانده میای یک نفر تجار شراب 5 لک بر از او میده و میره یک فابریکه شراب جور میکنه. از کدام پیسه؟ از پیسه تو شیخ صاحبه که فایده هم نمیگیری. پیسه تا پیش کی دادی؟ برای بانک سودی پیسه تا ماندی. و سودخور کس کت کی در جنگ است؟ کت الله. تو برای یک کس پیسه تا امانت میگذاری که او کت کی در جنگ است؟ کت الله. این حالی پیسه تا 5 سال پیش از اون مانده از او چی استفاده میکنه؟ اختطاف چی آمد برش میده؟ سیست نه؟ فابریکه زنا آمد، زناکار آمد از پیشش گرفت برای شرکت زناکاری برش میده؟ برای شراب خور میده؟ میده نمیده؟ این حال اگر کسی نظام مالی اسلام قبول بکنه مسلمان است و هر کس بگه من این نظام قبول ندارم اسلام به پیسه چی و به جیب من چی؟ اسلام به عایدات ما چی؟ اسلام به بانک چی؟ اسلام به مصارف ما چی؟ دل ما چی که مصرف کنم؟ نه، هرچی مصرف نه. حتی علما وقتی که میگه نسوار حرام است میگه چرا؟ میگه به خاطر از اینکه در اقتصاد اسلامی الله برای نسوار پیسه تعیین نکرده. سیزه؟ ولو که در پا باشه، ولو که پنج پا باشه. در اسلام فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره
شر نگیره. تو یک روپه مصرف کردی، یک روپه رو یک دونه سیگرت خریدی، اینمی یک روپه در حرام تو مبتلا شدی. چرا در اسلام برای سیگرت پیسه هست، برای چرس پیسه هست؟ اینا چرسی پیسی خود حرام مصرف میکنن، سیگریتی پیسی خود حرام مصرف میکنن، لدوباز پیسی خود حرام مصرف میکنن، قمارباز پیسی خود حرام مصرف میکنن، کسی که بر رقص کست ساز میخره پیسی خود حرام مصرف میکنن، کسی که کلپ های موسیقی میره اونجا دکت بچه کاشش تا میگه یک 20 روپیه خواندن فر تو در چپ ما، این 20 روپیه خود در بانک شیطان روان کرد. فهمیدین پول انسان یا در رحمان بانک ذخیره میشه یا در شیطان بانک. اونجا باز در روز قیامت باز میبینیم که زیاد پیسه در راه شیطان مصرف شده یا در راه رحمان. فهمید یعنی؟ یعنی بسیار مصرفک های خرد خدا ما شما حساب نمیگیریم. اگر یک نفر مثلا روز ده روپیه نسوار میکشه، پان الواز لکس جورش کده، من خود نسوار نمیزنم، من پان میزنم. مثل یک نفر بگه من گوشت خر نمیخورم، گوشت کتخر میخورم. خون چی چی خر از دیگه؟ دانتونه مو چتل شد و پیسی دمون رای غلط رفت و در شیطان بانک سیف شد. تو میفهمینه؟ پس یه از نظام مالی اسلام، اگر کسی از نظام مالی اسلام سرکشی میکنه میگه اسلام با پیسه چی و با مال چی و با جیب چی و با عایدات چی و با مصارف چی و نگهدار چی، اینمی از دایر اسلام ایره کافره مالی میگن. چند تا شد؟ نهم دهمش که است؟ یکیش تعلیمی هست و دیگهش فرهنگی هست. تعلیمی و فرهنگی. برای تعلیم و تربیه، برای تحصیلات عالی، برای معارف آیات قرآن است. زن چقدر درس بخونه؟ مرد چقدر درس بخونه؟ سر زنم درس فرض است، سر مردم فرض است. لیکن در کدام شرایط زن مسلمان درس بخونه و در کدام شرایط مرد مسلمان درس بخونه؟ متوجه هستی؟ این حاله کسی که اینی نظام قبول بکنه و بگه من علم سرم فرض است و من باید ایره بخوانم و دختر مسلمان یا مرد مسلمان بگه من باید اینی شرایط بخوانم، اونمو شرایط قبول بکنه، اینی آیاتی که در باره تعلیم و تربیه هست ایره قبول بکنه مسلمان است. اگه قبول نکنه انسان از دایره ایمانی خارج میشه. فرهنگیش چه قسم است؟ فرهنگی است مثلا در فرهنگ اسلام بچه خواندگی نیست. کی نیست؟ پدر خواندگی نیست، بیادر خواندگی نیست. مثلا شما پدر دارین، خانمتون می پیش پدرتون دستایش می شوی یا بر شما می پرته مثلا غذا می خوره، صحیح نیست؟ وقتی که خانمت پیش پدرت می خوره، پدر تو بر خانمت چی هسته؟ محرم است، صحیح نیست؟ آل یک دختر می خیزه یک مرد نامحرم پدر می خونه. مثلا یک دختر است، پدرش برش محرم است، برادرش برش محرم است، یک دختر میخیزه یک نامحرم چی میخونه؟ پدر خود میخونه. ای کی است؟ میگه این پدر خوانده ایم است که از او سفر میکنه سه. اینمی در اسلام نیست. او دعوهم لآبائهم. یک کس میگه من این رو بچه خوانده ایم. بچه نیست، بچه خوانده ایم، بیادر خوانده ایم. حال وقتی که بیادر خواندگی است، مثلا در اسلام چند قسم بیادر است؟ پنج قسم. برادر سکه، برادر پدری، برادر مادری، برادر رضایی و برادر دینی. انما المؤمنون اخوات. خواهر رضایی از این خاطر پنج قسم خواهران است. بسیاری کسا میگن، میگن بعضی کسا است یا وهابی هستن، چرا میگن خواهر پنجم؟ میگن که چی هستن، نکاح جایز است. بعضی جایز است به خاطر که خواهر سکه جایز نیست، خوار پدری تو هم نکاحش که تو جایز نیست، خوار مادری تو هم جایز نیست، خوار رضایی تو هم که تو شیر خورده باشه نکاح جایز نیست، خوار دینیت. انما المؤمنون اخوتون، هر خانم که است خواهر دینی تو هست، نکاحش بر تو جایز است. یگان تا که یگان تا رو گمراه میکنه باز این تو میگه خوار پنجمه گفته باز ما. وی خوار پنجمه، خوار پنجمه نگفته، قسم پنجمه گفته. اینا قسمش نمیفهمم. پس در فرهنگ اسلام چند قسم خور شد؟ بیادر شد؟ اینال تو که بیادر خواندی؟ سیز نی؟ تو بگم من تو رو بیادر بخوانم. مثال یعنی این همه ایره گرفتم بیادر خود خواندم. خب برادر پدری ما معلوم است، سیز نی؟ برادر مادری ما معلوم است، برادر
پدری، مادری، رضایی یا مولوی برادر سکه که هر دو طرف است، هم از پدر از مادر بیادر هستین، پدر و مادر از دویتان یکی هستی، چهار شد، پنجم هم برادر دینی هست، اینه میخوا بیادر دینی ما بیازه هست، آلوگ میره خاندم، این چه چنده میشد؟ ششم. این ششم در اسلام نیست، بیزی برادرم از دیگه، چی بخانمت؟ کلگی برادر دینی ما هستن، سیزنه؟ تو بیزی بیادرم هستی؟ آلو چی باز ما بخانم ششمی از کجا شد؟ اینی در فرهنگ، بفرمه، در فرهنگ اسلام نه. این حالا اگر کس میگه من ایره قبول ندارم ای از دایره اسلام خارج میشه. مثلا در این روزا کریسمس است، امروز فرست آف جنوری 2021 است نه؟ بعضی دوستا از اروپا و از امریکا و از فلانی جایا بعضی مفتی صاحبا به شکل سوال برای ما فتوا میده تا فتوای از اونا را ما هم تایید کنیم، لیکن ما فتوای کس را تایید نمی کنیم. چیست؟ میگه اولا همی کریسمس، در کریسمس امو فادر از چه بلاستو که میادیم سر میز که میشینه، او میگه اندس کریسمس چرا تجلیل میکرد نسلانی ها؟ خوب بفهمین باز دل کس که اگه کافر میشه فهمیده کافر شوه، اما نفهمیده کافر نشه. یک کسی میخواه کافر شوه، رفته کافر شده، اما یک کس بیچاره نمیخواه کافر شوه، نفهمیده کافر میشه. چه قسم؟ در کریسمس پاپ یا کشیش یا کلان کلیسا می سر میز میشینه و برشان میگه که این روز ما به خاطر ازی تجلیل میکنیم، because in this day the son of God birth born، برده کیست؟ سال تولد is son of God است، بچه خداست. در این روز میگه بچه خدا چی شد؟ بقیدی از اونا. آل شما که برش تبریکی میتین چی مانه؟ یعنی مبارک باشه بچه خدا، اینجا بر از اون مبارکی میتی او رو تایید میکنی که عقیده درست است و مبارک هم باشه، و در اونجا باز میگی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له. آل بمی قل هو الله احد، این نفر کافر شد نشد؟ شد نشد؟ اونجا میگه که لم یلد، آیت قرآن میگه که الله متعال فرزندی به دنیا ناوردن، یعنی خودش فرزندی ناورده که خالق متعال فرزندی داشته باشه، لم یلد و از کسی دیگه ایم تولد نشدن. آلیا وقتی که میگه که سن آف گاد، بچه خدا، چی مانو سن آف گاد؟ میگه born in this day، today is the birthday of son of God، امروز روز تولد بچه خداست. آل مسلمان از امی اون دو نمی شرمه که دهید ما شما را کدام روز تبریکی میده که مبارک باشه، مثلا امروز مبارک باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه برش که بگیم برش میگه که ببخشی برادر ما تو همسایه هستیم، تو را کارت مرا کار، عقیده من قسمی نیست، ما خدای تو را قبول ندارم، ما خدای خدا دارم، ما دین خدا دارم، ما عقیده خدا دارم، ما به ما عقیده خود میرم، احترامت هم میکنم من ایس همسایه، اما در دینت ببخشی من معذرت میخوایم. عالی این قسم میگه ما از پیشش خفه میشیم، نه میگیم تو دلت اون دوستی خلاص. اما مسلمان میخیز برای کسی که به ضد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد روز تجلیل میکنه، این میخیزه برای از چی میگه؟ تبریکی میگه یا درختکش هم میخره در خانه خود میمانه، به این مانا که خارجی ها باسته کنه اوه ولی یام هم یکی در را دارن ولی یام هم این قسم هستن باز اینیا را یا خوش میکنن. این فرهنگ است. یک وقت دکتر ایاز نیازی وقت زنده بود که ما در پانزه شریعت درس میخواند، آمد در دفتر پالیم شیش، من برش گفتم دکتر سید امیروزار نوروز است، سر شما قسمت تبصره هسته
که دکتر ایاز نیازی تجلیل از نوروز مشروعیت میده و میگه این نوروز باید باشه و چطور باشه. دکتر صاحب خودت تو کار میکردی؟ چون ما عادت معمی است که درباره یک کسی گپ میزنه، باز ما استادا دوستای ما بودن، همکارای ما بودن، در پانتون بودن، از پیشان پرسان میکردیم. دکتر ایاز نیازی گفت که استاد بخ قصه برات میکنم که تو عقیده مرا بفهمی. باز بعد از هر کس هر چی گفت دلش و الله اونا را جزا بده. گفتم خب. گفت ما در کنفرانس بین المللی در کدام کشور نام گرفت نمیفهم که این بود کجا بود. گفتم اینجا کنفرانس جهانی بود، از تمام ادیان مردم آمده بودن. گفته او ما هم اشتراک کرده بودیم من عیسی مسلمان ها در اونجا. گفت اون دو هم آمده بودن، بوذی و بودایزم و یهود و نصارا و کلگی اما تو یک کنفرانس بود در یک جای کلگی اشتراک کرده بودن. گفت ما یک جای شیشتا بودیم، ما تو سر یک میز دیدیم که یک چند نفر کلاگک های صفحه صفحه دارن، مویاش هم کلست و ریش هم کلست و ریش هم کلست، اما تو کدوگک یک پنج شش تا آمدن. میگه یا آمدن، میگه ما سعی کردیم که یا خو اگر مسلمان های هندوستان باشن، یا خو مسلمان های هندوستان خو عادتا ریش میمانن، گت کلا میپوشن، یک سمبول از این هست. یکی از میگه خب یا آمدن سر میز ششتن، میگه برای ما گفتن که والا ما شما را بسیار دوست داریم و ما از فلانی مملکت هستیم، که نفهم از نیپال بودن از کجا بودن. گفتم میری تبصره میکردن که ما بسیار شما را دوست داریم و آمدیم که شما بشینیم. میگه ما گفتم چرا ما را شما دوست دارین؟ گفت ما به خاطر ازی که ما مجوسی هستیم، آتش پرست هستیم، ما چند روز روزه داریم و امی روز نوروز که است عید ماست. دیگه مسلمان ها بسیار متعصب هستند، مسلمان های عرب مثلا هیچ وقت نوروز ما را تجلیل نمی کنند، میگن روز مذهبی شماست، دین شماست، شما آتش پرست هستین، چطور نیستین؟ امی شما مردم افغانستان بسیار خوب مردم هستین، نه در قصه مجوز هستید، نه در قصه آتش پرست هستید، نه در قصه بت پرست هستید. هر کس که در گیرتان آمد از کل شما بوده تشویق میکنین، در هر دین، در هر از هر چمن سمن میگیرین. میگه یک گپ اگزاد دکتر ایاز گفت که من برشان گفتم که بسیار ببخشید، ما از جمله از او کسان نیستیم، چون ما از جمله کسایی هستیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما فرهنگ اسلام بیان کرد. وقتی در مدینه منور آمد مردم دو روز تجلیل میکردن، یک روزش به نام نوروز بود، مردم اونا هم متاثر شده بودن، یک روز دیگهش به نام مهرجان بود. امی مهرجان هم چند روز پیش که بود نه؟ یلدا. این دو تاری یا تجلیل میکردن یا مربوط میشه به ادیان مجوسیت، آتش پرستی قدیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برای شما الله دو عید دیگه داده به عوض از این. الله تبدیل کرد ایره. تبدیل چی مانه؟ مثلا من میگم کدام تا ساد داره کسی؟ ساد داری؟ تو بیا اینجا. اینی ساد تو است. سعیز نه؟ این ساد تا کتایی ساد تبدیل میکنیم. سعیز نه؟ چی مانه تبدیل میکنیم؟ یعنی که ایره تو بگیری؟ ایره؟ ما بگیرم نه؟ نه تبدیلی افغانستانی قسمی نیست، اردوگک شا میگیریم. چی ما اردوگک شا میگیریم؟ خوب گوش بگیر که بفهمی. بعضی کسا باز همین قسم استدلال میکنم. میگه وقتی که رسول الله هم چی گفت که عبدالکما گفت نگفت، همین عوض دو روز ایده قبلی دو روز جدیده تبدیل کرد. میگه او دو روزی که الله ورده عید قربان عید رمضان هم میگیریم، او دو روز سابقه را هم میگیریم. تو رو به خودم میگه به قانونی است. امیر عالم میگه بگی ساتکتا مرتیر از این تبدیل جزاک الله فهمیدی؟ اگه تبدیل هم کردم در کشور لکس تبدیل میکنم که در اقل عوض ساده به یک ساده خب اگر خوبتر نبود برای معادلش خوب باشه. فهمیدی یعنی تبدیلی نه؟ اینا رسول الله سلام از ما و شما که در عربی رو خوب یاد داشت یا رو یاد نداشت؟ دو تا آخریش چیست؟ تعلیمی و فرهنگی رو گرفتیم، خلاص شد نه؟ ده تا شد. یازدهمش نظامی و جهادی است و دوازدهمش دعوتی است، یعنی حاکمیت الله در قوانین عسکری و جهادی
و یا دوازدهمش هم حاکمیت تشریعی الله در قوانین دعوتی. پس انسان مسلمان وقتی که می جنگه، اینال حاکمیت نظامی الله چی هست؟ حاکمیت تشریعی نظامی الله چی هست؟ یعنی نظام عسکری اسلام یا نظام جهادی اسلام، که آیات قرآن است که مسلمان ها باید جهاد بکنن، در اینی راستا جهاد بکنن، اینی قسم هجوم میکنن، اینی قسم دفاع میکنن، این کلش آیات قرآن است و اینم نظام الله است. باید اینه میره کسایی که ای آیات قرآن قبول داره مسلمان است، کسی که ای آیات قرآن قبول نمیکنه میگه من قبول ندارم، این از دایره اسلام چی است؟ خارج است. و دوازدهمش آیات قرآن درباره دعوت است. درباره چی است؟ دعوت است که انسان مسلمان باید با چی دعوت بکنه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. باید اینمی آیات قرآنی که درباره دعوت است، ولتکم منکم امه سیسه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و یؤمنون بالله. اینی آیات دعوتی را باید قبول داشته باشیم و حاکمیت الله را در این چی داشته باشیم؟ قبول داشته باشیم. اگر یک کس میگه دعوت بی‌ارزش است و دعوت چی کنیم و ما دعوت موت کار نداریم و دعوت پشت کار خود بره، اینه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رئیس المجاهدین است تخلصش، هم رئیس داعین است. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دعوت کرده و هم جهاد کرده، اردوشه کرده. و مسلمان باید به کل آیات قرآن، از این خاطر خلاصه درس امروز ما چی بود؟ که انسان مسلمان باید به ادمی 12 چیز حاکمیت الله چی داشته باشه؟ ایمان داشته باشه. و امراض فکری اینمی حاکمیت الله را به مخلوقات میته، که باز انشاءالله در هفته آینده بخیر تکمیلش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.